کریسمس بدون لم دادن روی کاناپه و نگاه کردن به یه فیلم کریسمسی مثل ELF کریسمس نمیشه. چه خوشتون بیاد چه نه، فیلم‌های مربوط به فستیوال‌ها و تعطیلات از فیلم‌های محبوب روزهای سال نو مسیحیه. تو ادامه این ویدیو می‌خوایم شما رو با 15 تا فیلم کریسمسی محبوب تاریخ سینما آشنا کنیم که از فیلم‌های سیاسفی تا بلاکباسترهای بزرگ توی لیست ما هستن. 15 د سانتا کلاس. این فیلم یه فیلم بسیار محبوبه که داستان یه پدر بیوه با بازی تیم آلن رو روایت می‌کنه که تو نقش بابا نوئل برای رسوندن هدیه‌های کریسمسی رو به افراد به عهده می‌گیره، با این امید که ارتباطش با خانواده خودش هم بهتر بشه. داستان فیلم د سانتا کلاس بسیار عجیب. شخصیت آلن برای گرفتن حضانت پسرش بعد از جدایی تلخ از همسرش تلاش می‌کنه که سکانس رویای فیلم اونو نشون میده که مرتکب قتل میشه. این فیلم یکی از این فیلم‌های کریسمسی در 90 که لودگی تون موج می‌زنه و تماشای تغییر فیزیکی آلن تو نقش یه بابا نوئل چاق ساعت خوشی رو برای شما رقم می‌زنه. 14 گریملینز. فیلم گریملینز تو سال 1984 منتشر شد و یه فیلم ترسناک بال هوای کریسمسی که در کمال ناباوری فضای تاریکی داره. داستان این فیلم در مورد یه مفتره که یه هدیه عجیب به پسرش میده که نادیده گرفتن قوانین باعث میشه موجی از قتل و وحشت تو شهر راه بیفته. 13. بتمن ریتورنز. فیلم بتمن ریتورنز نه تنها یکی از بهترین فیلم‌ها تو فرانچایز بتمنه، بلکه یکی از فیلم‌های کریسمسی خارق‌العاده هم محسوب میشه. تو این فیلم مایکل کیتون تو نقش بتمن با شخصیت پنگوئن با بازی دنی دویتو تو شهر گاتهام درگیر میشن، در حالی که فصل زمستون. کارگردانی خارق‌العاده و متفاوت تیم برتون و شخصیت شرور شدت ترسناک باعث شده که تماشای این فیلم بسیار جذاب باشه. 12. The Nightmare Before Christmas. این کلاسیک ضد فستیوالی به کارگردانی تیم برتون و هنری سلی حاوی یه دنیای هولناکه که از زمان انتشارش مورد توجه مخاطبا بود و اونا رو سرگرم کرده. با داستان عاشقانه متفاوت و برخی از بهترین موسیقی‌های تاریخ سینما، فیلم The Nightmare Before Christmas به یکی از بهترین و محبوب‌ترین فیلم‌های سال 1993 تبدیل شد، در حالی که انیمیشن و سبک خاص فیلمسازی برتون به فیلم کمک کرده که حتی بعد از 28 سال یکی از فیلم‌های جذاب برای تماشا تو دوران کریسمس باشه. 11. ELF. این فیلم یکی از فیلم‌های الهام بخش کریسمسی تو سال 2003 بود که ویل فرل رو به شهرت رسوند. این بازیگر دوست داشتنی تو این فیلم نقش یه مرد دوست داشتنی رو بازی می‌کنه که اون یه انسانه که توسط الف‌ها بزرگ شده و بعد از رسیدن به شهر نیویورک می‌خواد علاقه پدرش جیمز کان رو به خودش جلب کنه. 10. The Holiday. هر کسی هر از چنگایی به فیلم چیپ و مضحک هم نیاز داره. این فیلم نهایت لودگی و چیپی رو داره. کیت وینسلت و کامرون دیاز تو این کمدی رمانتیک سال 2006 نقش دو زن رو بازی میکنن که تو ایام کریسمس خونه هاشون رو عوض میکنن و همه چیز رو تو خونه هاشون جا میذارن و یه سری افراد جدید آشنا میشن. جود لا و جک بلک نقش مردای متقابل اون رو بازی میکنن. 9. The Polar Express. فیلم خارق‌العاده The Polar Express به کارگردانی رابرت زمیس نگاهی متفاوت به کریسمس تو قالب یه انیمیشنه که تو سال 2004 ساخته شده، اما قطعا این انیمیشن از زمان خودش جلوتر بوده. این فیلم به شکل بی‌نقصی علاوه و انتظار کودک‌ها رو برای صبح روز کریسمس به تصویر می‌کشه. در عین حال شخصیت‌های جوان فیلم یه سفر ماجراجویانه تو طول شب به مقصد قطب شمال رو آغاز می‌کنه. جالب‌تر اینکه تام هانکس تو این انیمیشن محبوب صداپیشگی 6 شخصیت رو بر عهده داره. 8. اما پتس کریسمس کارول. موفقیت این فیلم رو باید مرهون صداپیشگی جذاب مایکل کین دونست. این فیلم کارتونی یه برداشت متفاوت از داستان مشهور چارل دیکنز که نسخه سینمایی، انیمیشنی و تلویزیونی بسیاری از اون ساخته شده، اما این یکی از اونایی که سخت بتونید در برابر تماشاش مقاومت کنید. 7. How the Grinch Stole Christmas. جیم کری بهترین انتخاب برای بازی تو نقش گرینچ تو این فیلم، کسی که بیشتر به خاطر بازی فیزیکی کمدی که خودش شناخته میشه. علاوه بر به نمایش گذاشتن زبانبندی بی‌نقص و جذابیت حرکات خنده‌دارش، بازی کری تو نقش گرینچ ثابت کرد که این نقش آفرینی چیزی فراتر از یک کاریکاتوره، در حالی که بسیاری از مخاطبا با این شخصیت منفی همدردی کردن. بازی کری تو نقش گرینچ استانداردی رو ایجاد کرد که رسیدن به اون دشوار بود. 6. لاو اکچولی. تنها بازی اِما تامسون تو این فیلم برای مطابقت کردنتون کافیه که این فیلم رو تو ایام کریسمس حتما ببینید. سکانسی که تون اِما تامسون هدیه کریسمسی رو از شوهرش میگیره و باز میکنه و میفهمه که در واقع شوهرش به اون خیانت کرده، به شدت یه سکانس ویرانگر. اما کل داستان به اندازه این سکانس درناک نیست و بعضی از بهترین صداهای بازیگری بریتانیا مثل هیو گرانت باعث شده تماشای این فیلم بسیار لذت بخش باشه. 5. دث سنومن.
این اقتباس زیبا از کتاب ریمون بریگز زندگی بسیاری از کودک‌ها رو خراب کرده. این فیلم تونسته به خوبی جذابیت کریسمس رو بازسازی کنه و داستان یه پسر بچه و دوستیش با یه آدم برفی رو روایت کنه. قبل از اینکه به پایان دردناک و به شدت غمناک خودش برسه. 4. هوم الون. از زوایای زیادی این فیلم نهایت یه فیلم کودکانه کریسمسی. از این فیلم بارها تقلید شده اما هیچ فیلمی نتونسته به پای جذابیت و زیبایی فیلم اورجینالش برسه. 3. Miracle on 34th Street. این فیلم ساخته ریچارد آتنبرو تو سال 1994 یه نمونه نادر از بازسازی کریسمسیه که عدالت رو تو حق فیلم اورجینال انجام میده. در حالی که فیلم اورجینال ساخته شده تو سال 1947 به درستی به عنوان یه فیلم مناسبتی کریسمس در نظر گرفته میشه، بازسازی آتنبرو یه حس جدید از حیرت و گرمی رو به این داستان کلاسیک اضافه کرد و اون رو در برابر چشمای نسل جدیدی از طرفدارای این فضا قرار میده. 2. دای هارد. شاید بپرسین که دای هارد واقعا یه فیلم کریسمسیه؟ بله، درست چنین. بروس ویلیس تو این فیلم نقش پلیس اهل نیویورک به نام جان مک‌کلین رو بازی میکنه که باید با یه گروه تروریست آلمانی که کنترل آسمان خراشی رو توی 24 دسامبر تو شهر لس آنجلس در دست گرفتن مقابله کنه. علاوه به تصویر آشنایی که بروس ویلیس از مک‌کلین ارائه میده، این فیلم از اون فیلمهایی که از بهترین شخصیت‌های منفی تاریخ سینما رو تو خودش داره، مثل شخصیت هانس گروبر با بازی آلن ریک. و اولین فیلم و اولین پیشنهاد که گذاشتم آخر سر بهتون بگم، It's a Wonderful Life. هیچ فیلم کریسمسی بهتر از این ساخته نشد و بدون شک این بهترین فیلم در مورد ایام کریسمسه که تا حالا تو سینما ساخته شده. این فیلم تو سال 1946 ساخته شده و در مورد مردی به نام جورج ویلیه که میخواد بین مشکلات اقتصادی و زندگی ناشادش تعادل برقرار کنه. این بعد از رفتن به پل برای خودکشی با جورج کلارنس آشنا میشه که فرشته نگهبان اونه و کم کمک جورج اونو با شادی، عشق و خوشی زندگی آشتی میده. این فیلم یه فیلمیه که شما رو به زندگی امیدوار میکنه و تایید کننده زندگی و جذابیت های بود. امیدوارم که این لیست بهتون کمک کرده باشه. حتما کامنتاتون رو با من به اشتراک بذارید. تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار.